یه سری مواردی رو خانم ها بعد از سزارین بهتره که رعایت بکنن. از جمله اونها مهمترینشون این هست که بعد از سزارین تحرک داشته باشن. خیلی از خانم ها فکر میکنن چون سزارین شدن در نتیجه باید دراز بکشن و از جاشون تکون نخورن، که این مورد باعث میشه که به دلیل اینکه تغییرات هورمونی تو خانمایی که باردار میشن اتفاق میفته و گشاد شدن عروق در ناحیه به خصوص پاها رو ایجاد میکنه، منجر به لخته شدن خون در عروقشون میشه که این میتونه عوارض جبران ناپذیر رو به جا بذاره، از جمله اینکه خون لخته شده حرکت بکنه به سمت اندامهای حیاتی بدن و از جمله قلب و مغز و عوارضی رو از خودش به جا بذاره. بنابراین خانم ها به محض اینکه اجازه پیدا کردن از تخت خارج بشن، باید از تخت پایین میان و آهسته در اتاق حرکت بکنن، دستشویی خودشون برن بهتره تا بتونن از این عارضه پیشگیری بکنن. لازمه که بگیم نفخ یکی از مواردی هستش که باعث میشه درد شدیدی رو برای خانم ها ایجاد بکنه و برای پیشگیری از اون بهتره که تغذیه مناسبی داشته باشن، از جمله از خوردن غذاهای نفاخ بعد از سزارین خودداری بکنن تا چند روزی که این تحرک به حالت نرمال خودش برگرده و نفخ در فرد کمتر بشه. همینطور خانم‌ها بعد از سزارین بهتره که از توالت‌های فرنگی استفاده بکنن، به خاطر اینکه استفاده از اون سرویس‌های بهداشتی سنتی باعث میشه هم درد شدیدی رو داشته باشه وقتی که میخوان روی دستشویی اصطلاحا هم بشینن یا بلند بشن، و همچنین میتونه باعث ایجاد هموروئید یا همون بواسیر در فرد بشه. مسئله دیگه در خیلی خانمی که سزارین شده مراقبت از محل عملش هست. اگر که محل پانسمان، در واقع محل عملتون، از نوع پانسمان های ضد آب هست، میتونین حمام های کوتاه داشته باشین فردای روز عملتون. ولی اگر از نوع پانسمان ضد آب نیست، بهتره که تا 3 روز از حمام رفتن خودداری بشه و بعد از اون میتونین حمام بکنید، پانسمان رو توی حمام بردارید و روزانه و به طور مرتب محل عمل رو شستشو بدین. ناحیه رو حتما خشک نگه دارین، بهتره که با یه سشوار با حرارت ملایم خشک بشه ناحیه، و اگر شکم حالت افتاده داره بهتره با یه شکم بند از قسمت بالای محل عمل بسته بشه و اصطلاحا محل عمل در معرض هوا قرار بگیره که از عفونت پیشگیری بشه. همچنین برای اینکه از ایجاد اون اسکار روی محل زخم پیشگیری بشه، میتونین از پمادها و کرمهای مخصوصی که بهتون توسط پزشک تجویز میشه استفاده بکنید. مورد دیگه در خانم هایی که سزارین میشن، مشکل در امر شیردهی هستش. خانم هایی که سزارین میشن چون راحت نمیتونن بشینن و بلند شن، گاهی وقتا یک فاصله و گپی توی شیردهیشون اتفاق میفته. وقتی که این گپ خیلی طولانی باشه، منجر به این میشه که بچه اصطلاحا راحت شیر مادر رو نخوره، راحت سینه مادر رو نگیره. پس بهتر هست همونجا در ظرف نیم ساعت اول بعد از زایمانشون بچه رو روی سینه‌شون بذارن و سعی بکنن که گرچه یه مقدار براشون ممکنه که سخت و یه مقداری شاید دردناک باشه، ولی شیردهیشون رو هرچه زودتر شروع بکنن که تو همون نیم الی یک ساعت اول نهایتاً شیردهیشون شروع بشه. مورد دیگه مراقبت هایی که لازم هست داشته باشن، مراجعه برای بررسی محل زخم و محل عملشون هست. بعضی از بخیه ها نیاز به اصطلاحا برداشتن و کشیدن نداره و خودش جذب میشه، ولی بعضی از اونها نیاز هستش که برداشته بشه که بر اساس اون تجویز پزشکی که عملتون کرده در مورد مقرر باید مراجعه بشه و بخیه اصطلاحا کشیده بشه.